فصل سوم. پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولاً که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بی‌وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می‌سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. چون که کتاب مقدس می‌فرماید: راستگوی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می‌سازد، چه بگوییم؟ آیا می‌توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می‌کند، بی‌انصافی می‌کند؟ مثل آدمیان سخن می‌گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می‌تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می‌کند، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار محکوم می‌شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته‌ایم. محکومیت این اشخاص بجاست. پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پایهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادن به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد، به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید، در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. پس بالیدن چه جای دارد؟ جایی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلکه چون ایمان می آوریم. زیرا ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکیست و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. آیا این به آن معنی است که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می سازیم.